لازانیای متفاوت و فوق‌العاده خوشمزه با یه ترکیب جذاب درست کردم. امیدوارم دوست داشته باشید، با من همراه باشید تا آخر ویدیو. به اندازه یه لیوان اسفناج خرد شده و پخته شده احتیاج داریم. اسفناج رو به 3 قسمت خرد میکنم، داخل قابلمه میریزم و یه کوچولو آب داخلش میریزم و میذارم تا قشنگ آب پز بشه. میریزم داخل آبکش و آبش که رفت یکم دیگه با چاقو خردش میکنم. به اندازه 300 گرم مرغ رو هم با پودر پیاز، پودر سیر، نمک و فلفل سیاه میذارم خوب آبپز بشه. استخونای مرغ رو که جدا کردم، مرغ رو خرد میکنم و میریزم داخل ظرفی که اسفناج خرد کرده رو ریختم. کنار میذارم و حالا میرم سراغ کدو سبزا. تقریبا 8-9 تا کدوی سبز برای درست کردن این لازانیا استفاده کردم. خوب که شستم کدو سبز ها رو، سر و ته کدو ها رو زدم و از بغل به صورت نواری شروع کردم به برش زدن. نه خیلی نازک ببرید، نه خیلی کلفت. ورقای کدو سبز رو کنار هم چیدم و روی اونها نمک پاشیدم. یه نیم ساعتی که گذاشتم مون، آب کدوها خارج شد و اون رو با دستمال خشک کردم. بعد هم داخل تابه گریل یه مقدار خیلی کم روغن میریزم و ورقای کدو سبز رو روی اون میچینم تا دو طرفش سرخ بشه. بعد از اینکه ورقای کدو سبز سرخ شد، روی دستمال حوله‌ای میذارم تا روغن و آب کدوها جذب دستمال حوله‌ای بشه. از مواد میانی لازانیا مرغ و اسفناجش رو که آبپز کردم و آماده هستش. حالا میرم سراغ یه دونه پیاز و اون رو نگینی ریز خرد میکنم. بعد هم همراه روغن داخل مایتابه میریزم و میذارم تا سرخ بشه. یکم که طلایی شد پیازها، مرغ و اسفناج رو بهش اضافه میکنم و شروع میکنم به تفت دادن. دوستان عزیز، لطفاً در پایان ویدیو با دنبال کردن کانال، لایک ویدیو و ارسال برای دوستانتون از کانال حمایت کنید. ممنونم. تا مرغ و اسفناج داره توی پیاز تفت میخوره، میرم سراغ درست کردن سس بشامل. یه 50 گرم کره رو میریزم داخل قابلمه تا ذوب بشه. 2 قاشق غذاخوری به کره آرد اضافه میکنم. هم میزنم تا بوی خامی آرد گرفته بشه. نمیخوام آرد رنگش تغییر بکنه. به اندازه 1.5 لیوان باید شیر داخلش بریزم که اون رو کم کم اضافه میکنم تا آردم گله گله نشه. اگر شما شیر رو اضافه کردید و هم زدید و همچنان آردتون گله گله مونده بود، میتونید از داخل صافی رد کنید تا سستون یه دست باشه. بهش نمک و فلفل سیاه و آبیشن اضافه میکنم و دوباره شروع میکنم به هم زدن. سس رو به حال خودش رها نمیکنم به خاطر اینکه ته میگیره. اونقدر هم میزنم تا ادویه کاملا داخل سس باز بشه و سس غلیظ بشه. سس آماده شده و حرارت رو خاموش میکنم. دوباره برمیگردم سراغ مواد و وقتی که خوب تفت داده شدهش، بهش نمک و زردچوبه رو اضافه میکنم. بعد هم میام سس بشامل رو کاملا با موادی که آماده کردم مخلوط میکنم. این کار رو طی 2 مرحله انجام میدم. نصفش رو میریزم، هم میزنم و مجدد مابقی سس بشامل رو بهش اضافه میکنم و هم میزنم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشه. مواد میانی با این روش واقعا عالی میشه، ولی شما میتونید به روش دیگه هم عمل بکنید که یه لایه مواد رو که ریختید روش یه لایه سس بشامل بریزید و مجدد همینطور لایه های بعد. کف قالبی که میخوام لازانیا رو داخلش بچینم، با روغن و فرچه مقدار چربش میکنم و یکم هم آرد سوخاری میپاشم. با پاشیدن آرد سوخاری دیگه کاملا خیالم راحت میشه که لایه های نازک کدو کف ظرف نمیچسبه و موقع برش خیلی خوشگل و یه دست بریده میشه و از ظرف جدا میشه. همونطور که دیدید کدوها رو طوری چیدم که یه مقدار لبه هاش روی همدیگه قرار بگیره. روی کدوها پنیر پیتزا ریختم و روی پنیر پیتزا هم از موادی که آماده کردم میریزم و یه دست میکنم. دوباره یه لایه پنیر پیتزا میریزم و ورقای لازانیا رو روی اون میچینم. لازانیا از هر نوعش که باشه بهتره از 2 لایه بیشتر نشه. پس تا 2 لایه از مواد لازانیا رو داخل قالب میریزم، پنیر پیتزا و ورقای کدو سبز رو روی اون میچینم. روش فویل میکشم و یه چند تا سوراخ با چنگا روی اون میزنم و با دمای 180 درجه به مدت 15 دقیقه داخل فر میذارم و 15 دقیقه هم گریل رو روشن میکنم. اینم از آماده شده لازانیای کدو سبز. برشش میزنم. برشش هم به خاطر بافتی که داره واقعا راحت هستش. داخل ظرف سرو میذارم، با یه مقدار جعفری تزیینش میکنم. امیدوارم شما هم تهیه کنید و دوست داشته باشید. ممنون که تا پایان ویدیو همراه هم بودید.